اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند یا میبینند. ما امشب به دعوت دوستان انجمن اسلامی دانشجویان تحولخواه دانشگاه رازی برنامه مراسم 40مین روز رحلت حاج نادر طالبزاده رو برگزار میکنیم. البته دوستان در دعوتنامه‌شون درخواست کرده بودن که من به کرمانشاه برم و در دانشگاه رازی حضوری برنامه رو برگزار کنیم و خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه باشیم، اما خب برای من مقدور نبود حجم برنامه‌هایی که این چند روزه در تهران داشتم و کلاس‌ها و جلسات و برنامه‌های عمومی این امکان رو ایجاد نکرد. از این رو عذرخواهی کردیم از دوستان دانشگاه رازی، ولی این دوستان درخواست داشتن که ما انشالله این برنامه رو بریم و مراسمی که برای 40مین روز رحلت آی طالبزاده عزیز باید برگزار میشد در دانشگاه رازی ما به صورت برخط امشب خدمت شما باشیم. یاد و خاطره نادر عزیز، این یگانه دوران، گرامی باد. انشالله روحش شاد باشه و با امام شهدا، با شهدا همنشین باشه انشالله. و بعد از یک عمر 69 ساله زندگی خیلی خوب و مجاهدت و تلاشی که در عرصه فکر و فرهنگ و رسانه و هنر کارنامه بسیار پرباری و زندگی بسیار پرباری رو به نتیجه رسوند، انشالله که خدا ایشون رو با اولیاء الله مشهور بگردونه انشالله. دوستان، تشکل دانشجویی جدید و تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان تحولخواه که جهتگیریشون مسئله تحولخواهی است و تلاش و برنامه‌شون هم این بوده که حرکت تحولخواهانه رو دنبال کنند و رویه‌های تحولخواهی رو، اینها در آغاز حرکتشون با گرامی داشته 40مین روز رحلت یک انسان بزرگی مثل نادر کارشون رو شروع کردن. تحول خواهی ویژگی کلیدی انسان‌های انقلابیه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تاکید حضرت الله در این آیه بر اینه که تا مردم و هر قومی در درون خودشون تحول ایجاد نکنن، از بیرون تحولی در موردشون صورت نمیگیره. تا مردم در خودشون تغییر ایجاد نکنن، تغییری از بیرون در موردشون صورت نمیگیره. این درست‌تره. کلمه تحول با کلمه تغییر متفاوته. تغییر از غیر این چیزی که هست شدنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. تا تغییر انفسی در یک قومی انجام نشه، خدا از بیرون تغییری در اون قوم ایجاد نمیکنه. طبیعی است که تغییرخواه میشه انسان انقلابی. تغییرخواه کسی که میخواد تغییر ایجاد کنه و از آن چیزی که هست غیر آن چیزی بشه که هست و یک سازوکار الهی رو رقم بزنه، طبعا این امکان براش به وجود میاد که بتونه یک زندگی متعالی بسازه. اما انسان هایی که نمیخوان تغییر کنن، جوامع و مردمی که نمیخوان تغییر کنن و غیر این چیزی که هستن بشون، چون اکثر جوامع، اکثر انسان ها، ماها اکثرا درگیر مسائل هوای نفس و مسائل درونی خودمون هستیم، گرفتار بعضی از اون سازوکارهای خودمون هستیم. خدا در قرآن فرموده که بالاخره این افراد دو دسته اله دارن دیگه،
یکی الهش الله است، یکی هم الهش هوس و هوای نفسشه. لذا فرموده در سوره فرقان که به پیامبر جلل القدر اسلام، پیامبر اینایی که هوای نفسشون رو گرفتن اله خودشون رو دیدی؟ ارأیت من اتخذ الهه هوا، اینایی که اخذ میکنن میگیرن هوس خودشون رو خدای خودشون، کسی که خدای خودش رو میگیره هوس خودش، یعنی هرچی هوس داره هرچی هوا داره این هوس ها این دلم میخواد ها رو میگیره خدای خودش. اون کسی که بهش میگه چه کار کنه چه کار نکنه هوسشه، این دلم میخواد ها. اونجا خدا به پیامبر فرموده که ارأیت من اتخذ الهه هوا، رؤیت کردی دیدی اینایی که هوسشون رو گرفتن خدای خودشون، تو بر اینا وکیل نیستی یا پیامبر؟ اف انت تکون علیه وکیلا، تو اصلا وکیل اینا نیستی، ولشون کن. حساب کردی هرچی بهشون بگی یسمعون حرف تو رو میشنون او یعقلون روی حرف تو تعقل میکنن، نه پیامبر. اینا کل انعام مثل چارپا میمونن، بل هم ازلن سبیلا، بلکه از اون چارپا در راه گم شده ترن. حالا یک کسی چارپاست، راه زندگیش یه چیزیه گمه، اما یک کسی در راه گمتره، نه اینکه صرفا گم راهه بلکه در خود راه هم گم شده است. چون حیوان که گمراه که نیست، حیوان یه راهی مبتنی بر غریزه‌اش براش در نظر گرفته شده، تو همون راه حیوانیش زندگی میکنه. اما کسی که از حیوان بدتر باشه در همون راه حیوانی هم گم شده است، نه فقط گمراهه، در راه هم گم شده است، اصلا نمیدونه چرا این راه رو داره میره. لذا یک اله و یک خدا هوس‌های ماست که در قلب ما در سینه ما به ما میگه که ما چه کار کنیم. هوس ما اله ماست، خدای ماست، العیاذ بالله. یک اله هم الله است. بین اینکه این اله خدای ماست یا اون اله خدای ماست، شعار مسلمانی اینه که لا اله الا الله. الان 8 میلیارد نفر روی کره زمین جمعیت وجود داره، یعنی 8 میلیارد نفر هوای نفس، 8 میلیارد نفر خدایی که همون خدای هوسه. این 8 میلیارد نفر رو نه لا اله، هیچ کدوم از اینها نیستن، الا الله. خب تغییر اینجا یعنی چی؟ تغییر انفسی یعنی ما بپذیریم که از آنچه که در درونمون داره اتفاق میفته و این هوا و هوس ها، از این بگذریم و تغییر کنیم، اله ما هوس ما نباشه، خدای ما باشه، الله باشه. اینجا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا مردم در قوم ها و ملت ها و جامعه های مختلف در درون خودشون تغییر ایجاد نکنن، از این هوس و هواپرستی و هوس پرستی و دلم میخواد دلم میخواد دلم میخواد ها دست بر ندارن و به سمت خدا پرستی نرن و قلبشون مملو و از خدا نشه، تا مردم چنین تغییری درشون ایجاد نشه، خدا هم هیچ تغییری از بیرون ایجاد نمیکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این اساس قاعده تغییره. با ان نمیاد، ان که میاد میشه قاعده بنیادین. ان الله لا یغیر ما بقوم. خب پس حرکت تغییر و تغییرگرایی یک پدیده ذاتی در نظام اجتماعی محسوب میشه در جوامع دینی. کلمه غیرت از همین تغییر میاد دیگه، و خود این تغییر هم از غیر میاد دیگه. تغییر یعنی غیر این چیزی که هستیم شدن. حالا وقتی نسبت به یه چیزی غیریت داریم، یه چیزی رو مال خودمون میدونیم نسبت به اون غیریت داریم، میگن این خیلی با غیرته، نسبت به دینش غیرت داره، نسبت به زنان جامعه غیرت داره، نسبت به وطن و سرزمینش غیرت داره، نسبت به پرچم ملیش غیرت داره. یعنی غیر این پرچم رو نمیپذیره، غیر این دین رو، غیر این فکر رو، غیر این ناموس رو کنار میزنه، غیرت داره. این کلمه غیرت از همین ریشه، همین مفهومی که ما تغییر رو هم بر مبنای اون ارزیابی میکنیم آمده و شناخته میشه. لذا
نوعی از در واقع مواجهه بود که الان دیگه خیلی زبان جوانا نیست. در دوره کودکی ما این پدر بزرگ مادر بزرگا وقتی میخواستن بگن یک کسی اخم کرده، کسی رو دور کرده، میگفتن تغییر کرده. تغییر یعنی یه کاری کرده که تو غیر این چیز هستی، برو اون برتر. این با چشم ابرو کسی رو دور کردن، اینو بهش میگفتن تغییر کردن، یعنی که تو غیر این سازوکاری، غیر این سفره‌ای، غیر این مراسمی، غیر این مناسباتی، برو کنار. غیرت، غیریت، غیور، تغییر، تغییر، مغایر، همه اینها از واژه غیر میاد و چیزی غیر از این وضعیت بودن. حالا ای حالا این که دانشجویان حرکت تحول خواهی رو بذارن در دستور کار خودشون و دوره‌ای که در قرن جدید شروع شده از سال گذشته و ما دوره قرن جدید شمسی رو الان ابتداش رو میگذرونیم در 1401، اون چیزی که مطرحه این نکته مهمه که چه چیزهایی در جامعه ما مناسب نیست باید تغییر کنه، چه خلقیاتی در ما مناسب نیست باید تغییر کنه، چه گزاره‌هایی در نظامات اجتماعی و ساختار سیاسی ما غلطه باید تغییر کنه، چه چیزهایی در نظامات و ساختار فرهنگی ما هست که غلطه باید تغییر کنه، در ساختار اقتصادی ما هست باید تغییر کنه. این تغییر کردن رو مبنا قرار دادن و مطالعه کردن و نسبت به اون در واقع سوای از مطالعه مطالبه کردن و اونو از جامعه خواستن، این میشه رویکرد انبیا دیگه. انبیا علیهم السلام کارشون تغییر بود، می آمدن که جامعه رو دعوت به تغییر کنن. ائمه کارشون تغییر بود، می آمدن که جامعه رو تغییر بدن. و یا زکی هم، انبیا می آمدن که تزکیه کنن مردم رو و یعلمهم، تعلیم بدن، کتاب و الحکمه، جامعه رو تغییر بدن از طریق تزکیه جامعه، همون هوای نفس و هوس رو که میپرستیدن بذارن کنار، خدا رو بپرستن. بهشون اینجوری میگفتن مردم تغییر کنید، تزکیه بشید، هوای نفس و هوس رو بذارید کنار، و بهشون تعلیم میدادن کتاب و حکمت رو. از این رو جنبش دانشجوی تحول خواه رویهش میشه رویه انبیا. اگر انبیا کارشون تغییر خواهی و تحول خواهی بود و یزکی هم و یا علمهم الکتاب و الحکمه، طبعا هر انسان مسلمانی که پیرو انبیاست و پیرو ائمه هست، او هم مأموریت داره که تغییر کنه و در جامعه تغییر ایجاد کنه، مأموریت داره که تحول در خودش ایجاد کنه و در جامعه تحول ایجاد کنه. انسان ایرانی هنگامی که عید نوروز میشه دعایی رو لحظه سال تحویل میخونه که حول حالنا الى احسن الحال، یا مقلب القلوب والابصار، ای خدایی که در قلب ها انقلاب میکنی و در ابصار قلب ها رو دگرگون میکنی، یا مدبر اللیل و النهار، ای کسی که تدبیر میکنی شب میشه روز، روز میشه شب، در این گردش کره زمین به دور خودش، یه طرفش به سمت خورشید نور میشه روشن، اون طرفش که پشت به خورشید تاریکه، این همینجوری میچرخه منقلب میشه، قلب انسان رو هم اینجوری دگرگون و منقلب میکنی. یا محول الحول و الاحوال، ای کسی که در احوال آدم ها تحول ایجاد میکنی، حول حالنا الى احسن الحال، حال ما مردم ایران رو ابتدای نوروز که هست، الان روز اول فروردینه، حول حالنا الى احسن الحال، حال ما رو به یک حال نیکو و احسن متحول کن. از این رو دوستان تشکل دانشجویی تحول خواه دانشگاه رازی، اینها رویهشون و مبنای عملشون رو باید شیوه عمل انبیا و شیوه عمل ائمه علیهم السلام و شیوه عمل هر انسان مصلحی قرار بدن که فسادها رو میبینه، میخواد با فسادها مبارزه کنه، مفسدت رو میزنه، مصلحت رو جایگزین میکنه، فساد رو میزنه، صلاح رو جایگزین میکنه، افساد رو میزنه، اصلاح میکنه، با فاسد درگیر میشه تا جامعه صالح بشه. مصلحت و مفسدت، اصلاح و افساد، فساد و
صلاح، مصلح و مفسد، این تقابلی است که انبیاء ائمه در تقسیم بندی جامعه با این نمرودها و فرعونها و توده های فاسدی که مثل دوره قوم حضرت نوح که غرق شدن همشون، آب همشون گرفت، یا دوره حضرت هود یا دوره حضرت صالح رخ داده، با این سازوکارها مواجهه و مبارزه صورت دادن میشه حرکت تغییر خواهی، تحول خواهی. لذا خب خوشبختانه جوانان دانشجوی ما بیدارند، جنبش دانشجویی در حوزه های گوناگون حرکت خیلی خوبی داره، جوانان انجمنهای اسلامی دانشجویی، جوانان جامعه اسلامی دانشجویان، جوانان بسیج دانشجویی، جوانانی که در کانون‌ها هستند و تشکل‌های متعدد، از جمله دوستانی که تشکل جدید انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه رو در دانشگاه رازی رو اندازی کردن. من در طول 30 سال گذشته که افتخار دارم در دانشگاه‌های گوناگون در سراسر کشور با این تشکل‌های عظیم در ارتباط بودم و توفیق داشتم که در این نزدیک 30 سال، 30 سال تقریبا دیگه بعد از سال 70 به این سو، مدام در تعامل هستم و ارتباط دارم. نسل‌های گوناگون این تشکل‌های دانشجویی که آمدند و رفتند رو میشناسم. بسیاریشون الان وزیرن، وکیلن، فرماندهن، قاضین، مدیرن، مقامات گوناگون کشور هستن، استادان حوزه علمی هستن، استادان دانشگاه هستن، نقش و مسئولیت ویژه‌ای داشتن. تعداد قابل توجهی از اینها در میدان‌های منازعات انقلابی در محور مقاومت درگیر بودن، تعدادی از اینها به شهادت رسیدن در طول این سالها. خب این تجربه بسیار عظیمی است و توفیق عظیمی است که خدا به یک کسی که مثل من در این شأن نبود، خدا این توفیق رو عطا کرد. از این رو این دانشجویان، این تشکل‌های دانشجویی رو خب سالهاست میشناسم، باهاشون سر و کله میزنم و همیشه این حرکت تشکل‌ها رو به فال نیک گرفتم. بخشی از نهادسازی در جامعه ما همین حرکت‌های جنبش دانشجویی بوده و هست. در دانشگاه رازی هم که در طول بیش از 2-3 دهه اخیر که بارها اونجا افتخار داشتم که خدمت دوستان دانشجو برسم در شهر کرمانشاه عزیز، این حرکت دانشجویان و این روحیه پرشورشون رو همیشه شاهد بودم در کرمانشاه در دانشگاه رازی. حالا انشالله این دوستان در تشکل جدید هم بتوانند اول تحول رو در خودشون و سپس تحول رو در جامعه دانشجویی و آنگاه در بیرون دانشگاه در سطح جامعه عمومی پیگیری کنند انشالله. و این حرکت تغییر خواهی و تحول خواهی در اون حرکت انفسی انشالله با نیت خیر این جوونا به نتیجه برسه. اما خب طبعاً به عنوان یک پدر، به عنوان یک برادر بزرگتر، به عنوان یک معلم، اون توصیه از پیرمردای ریش سفید و مو سفید به شما جوونا هم طبعاً چاشنی کاره. اونم اینه که دو مؤلفه اصلی معرفت توحیدی و تقوا مبنای کاره. اگر این دوتا نباشه، بال تقوا نباشه، بال معرفت توحیدی هم نباشه، انحراف در حرکت‌های دانشجویی مثل انحراف در خیلی از حرکت‌ها و جنبش‌هایی که افراد گوناگون در طول تاریخ انجام دادن و به دیوار خوردن و شکست خوردن، به انحطاط کشیده کارشون، جنبش دانشجویی هم مبرا نیست، اون هم همین خطر در پیش پاش هست. لذا تقوا یک بال، معرفت توحیدی هم یک بال دیگه است که این دوتا همدیگه رو کامل می‌کنن. در 43 سالی بعد از انقلاب اسلامی، اونایی که در مقامات جمهوری اسلامی بودن و اونایی که کارهای انقلابی میکردن، اونایی که در بسترهای حرکت جهاد و شهادت تلاش میکردن، اونایی که جایگاه‌های علمی بالایی داشتن، چرا با سر خوردن زمین؟ چرا دچار مشکل شدن؟ یا تقواشون ضعیف بود، یا اگر تقواشون قوی بود، معرفت توحیدیشون ضعیف بود. تعارف هم نداره دیگه، از شخص قائم مقام رهبری که میشد اون مرحوم آقای منتظری
شما همینجوری بگیرید بیاید پایین تا رئیس جمهورها و رؤسای مجلسها، همینجوری بگیرید بیاید پایین تا برسه ته صف امثال من، ته این 80 میلیون ایرانی آخرین نفرش که میشه کسی مثل من، ببینید که این دوتا انگاره چطور مبناست. لذا دوستان تشکل دانشجویی، دانشجویان تحولخواه دانشگاه رازی، انجمن اسلامی دانشجویان تحولخواه، انشالله خدا بهشون توفیق تقوای مضاعف و معرفت توحیدی عمیق و بنیادی عطا کنه تا انشالله توسط خدا ساخته بشید. ما بیشتر از این چیزی که خودسازی داشته باشیم خداسازی داریم. گاهی این مباحثی که استادای اخلاق مطرح میکنن، برنامه خودسازی، هنگامی که من با این آیه در قرآن مواجه میشم که خدا به حضرت موسی میفرماد که موسی استنعت و کل نفسی، موسی توی پدیده صنعتی هستی که ساختمت برای خودم، استنعت و کل نفسی، یعنی بیشتر از این که ما بگیم حضرت موسی خودش رو ساخت، خدا حضرت موسی رو ساخت. حضرت موسی فقط مقدمات رو فراهم کرد، خودش رو سپرد مثل یک مواد اولیه دست خدا تا خدا از این خمیر مایه حضرت موسی که خودش ساخته بود این نبی بزرگ رو بسازه. امام علی هم در نامه 28 نهج البلاغه می‌فرماد که ما صنایع ربمون هستیم، انا صنایع ربنا. پس خدایی که انبیا رو ساخته، ائمه رو ساخته، شهدا رو ساخته، ما باید از اون خدا بخوایم که ماها رو هم بسازه. شما جوونا قبل از اینکه کسی بهتون بتونه توصیه کنه که خود سازی کنید، فقط باید توصیه کرد کاری کنید در نسبت با خدا، خودتون رو جوری به خدا واگذار کنید و از خدا بخواید که خدا شما رو بسازه. اگر خدا به حضرت موسی فرموده موسی تو رو ساختم برای خودم، ما هم باید بریم در خونه خدا بگیم خدایا ما رو چرا نمی‌سازی برای خودت؟ رب استنعنی لنفسک، ما رو هم بساز برای خودت، همونجوری که موسی رو ساختی برای خودت، همونطوری که ائمه رو ساختی برای خودت. البته اونا کجا، اون انبیا کجا، ائمه کجا، ما کجا، اما یک نمی و یک دمی از اون چیزی رو که برای انبیا و ائمه در نظر گرفته در مورد ما هم در نظر بگیر، ما تحول درمون به وجود بیاد، حول حال نائل و احسن الحال، که بتونیم ما هم در کف جامعه مؤثر واقع بشیم برای اینکه ابزار توی خدا باشیم برای ساخت بندگانت، این انسان‌های مخلص و خالصی که کف جامعه هستن وقتی میخوان سطحشون بیاد بالاتر، به هر جهت ماها در خدمتشون باشیم. اینجوری باید با خدا این موضوع رو در میان بگذارید و من دعا میکنم برای شما انشالله که تشکل شما موفق باشه. فقط باید مراقب باشید که افراط و تفریط در کارتون نباشه. شما جوانان عزیز یه جاهایی مجبورید که پا بذارید روی بعضی از سازوکارهای درونی خودتون و عافیت رو کنار بگذارید و باشید توی صحنه. یه جایی هم همونطوری که یاران امام علی گاهی اوقات مجبور بودن سکوت کنن، یاران امام حسن و سایر ائمه مجبورید که در واقع خودتون رو کنترل کنید. دشواری کار انسان انقلابی در همین تنظیم این مناسباته که دچار افراط و تفرید نشه و من برای شما دعا میکنم انشاءالله. خب ما همونطوری که درخواست کرده بودید که درباره حاج نادر عزیز مباحثی رو داشته باشیم، به دلیل اینکه در شبکه‌های اجتماعی ایشون رو، چون که آمریکایی‌ها در لیست تحریم‌های حرفه‌ای گذاشتن، تحریم ایشون از تحریم حاج قاسم رده و سطحش بالاتر بود، یعنی حاج قاسم نوع تحریمش تقریبا عادی تر بود، تحریم آقای طالبزاده تحریم ویژه بود. از این رو بعد از رحلت ایشون نه فقط در اینستاگرام، در همه شبکه‌های اجتماعی عکس و تصویر ایشون و هشتگ‌هایی که به نام ایشون باشه متاسفانه با محدودیت مواجهه. از این رو خب طبعا برای اینکه برنامه لایو امشب هم دچار مشکلاتی نشه، از نمایش تصویر ایشون یا هشتگی به نام ایشون طبعا آقایون تحذیر میکنن، ولی مظلومیت یک انسان بزرگ رو از همین جا ببینید.
که یک انسانی با این جایگاه 69 سال زندگی بسیار خوب، امروز جنود ابلیس از نامش میترسن، از عکسش میترسن. در خودش تغییر ایجاد کرده بود. این سالهای آخر هم من که با ایشون حشر و نشر داشتم و دور و نزدیک همدیگر رو میدیدیم در طول این نزدیک 30 سالی که از رفاقت ما میگذشت، من البته با ایشون بعد از جنگ آشنا شدم، ایشون چون دوره دفاع مقدسش با جریان روایت فتح و شهید آوینی و گروه فرهنگی هنری و گروه هنری سینمایی جهاد سازندگی و اون مجموعه ها بود، خب با ما که درگیر بخشای دیگه از دفاع مقدس بودیم فاصله داشتن. ما البته کار فرهنگی اینا رو در تلویزیون میدیدیم، آثار هنری مستند و غیره رو، اما آشنایی ما به بعد از دفاع مقدس برمیگشت و بعد از جنگ تقریبا بیش از 30 سال پیش ما با هم آشنا شدیم و یک دوستی و رفاقت تقریبا 30 ساله ای رو داشتیم. هرچی زمان جلوتر می آمد نادر پخته تر و ساخته تر شد و سوای از این که یه شاخص داریم که دشمن نسبت بهش اینجوری نگاه می کرد و اینجوری تحریمش کرد و سالهای اخیر اجازه ورود به خاک آمریکا رو نداشت، خودش و همسرش دوتاشون تحریم ویژه شدند، یک نکته مهمتر دیگه این بود که دگردیسی روحی روانیش هم به همین نسبت بود. در طول 10-15 سال آخر نمازهای متفاوتی داشت. هنگامی که نماز جماعت بود، خب نادر مقید به مستحبات بود، یعنی بین نماز ظهر و عصر مستحبات نماز رو اجرا می‌کرد، در نماز مغرب و عشا هم همینطور، نمازهای مستحبی دیگرش رو هم مقید بود، یعنی اگر سرعت نماز جماعت بنا به مصالحی مثلا عجله بود، فرض کنید داخل فرودگاه تعجیل بود برای اینکه زودتر اون امام جماعتی که جلو می ایستاد در نماز جماعت فرودگاه، نمازا رو با سرعت می خوند که مسافرانی که زودتر پروازشون هست بلند شن برن برسن به پرواز. همچنین تعقیبات گسترده‌ای که در مراسم های عادی هست نبود، ولی خب نادر با یه تومعنینه و آرامشی اون لحظات نمازش رو سعی میکرد خیلی تعجیلی نباشه، خیلی آرامش داشت و مستحبات نمازاتش، یعنی نمازهای مستحبی کنار هر کدوم از نمازش رو حتما چه ظهر و عصر بود چه مغرب و عشا حتما اقامه میکرد. این دگردیسی و تغییر انفسی در او کاملا مشهود بود. دهه 70 به دهه 80، دهه 80 به دهه 90، دهه 90 هم به همین اواخر که دیگه حالا این سالهای اخیر که بیماری داشت و مدتها بیمارستان بود، چند دور عمل جراحی قلب باز داشت. اما ببینید چند نکته مهمه. نکته اصلی و اساسی ما اینه که آقای طالبزاده عزیز ما از یک زندگی در واقع آمریکایی، به عنوان جوانی که توی آمریکا دانشگاه رفته، در دانشگاه‌های مطرح آمریکا، در ایالت‌های شمال شرقی آمریکا، چون بیشتر ایرانی‌ها با فرهنگ لس آنجلسی و فرهنگ کالیفرنیایی در ایالت‌های جنوب غرب آمریکا آشنایی دارن، فضایی که آب و هواش، آفتابش، محیطش یه مقدار شبیه بعضی از مناطق ایران باشه و روحیاتی که هست و ایرانیایی که از قبل از انقلاب هم علاقه داشتن به اون مناطق در کالیفرنیا، فرهنگ هالیوود، سازوکارهای این چنینی، آمریکایی لاتین تبارها، یعنی کسانی که فرهنگ اسپانیایی دارن، مثل مکزیکی ها، مثل آمریکایی لاتینیا، مثل آمریکای مرکزی ها، اینا در ایالت کالیفرنیا که هستن، یک فضایی است که انسانهایی که از جامعه ایرانی اونجا میرن و بیشتر به اونجا علاقه دارن، با این فرهنگ یه مقدار رسمی تر، یه مقدار انگلیسی تر، مثل خود سرزمین بریتانیا در شمال شرق ایالات متحده، طبعا اینجا مقدار فرهنگی تر و از یک حیث ریشه دارتر و به نوعی انگلیسی تر و اروپایی تره.
خب اونجا یک کسی که از ایران رفته در دوره نوجوانی در ایران مدارس زبان انگلیسی میرفته، مدارس انگلیسی زبانها رو رفته، به ادبیات انگلیسی علاقه داشته، در ایران داستانهای کودکان مینوشته به زبان انگلیسی و قبل از اینکه به آمریکا بره اصلا زبان انگلیسی رو از معلمان غربی اینجا یاد گرفته بود، اصلا حوزه تحصیلیش این بوده. پدرش یکی از فرماندهان نظامی در ساختار ارتش پهلوی بوده. حالا کنار گذاشته میشه با یه گروهی و در واقع عملا یه جوری تبعید میشن به بیرون ایران و آمریکا. و اونجا ایشون اونجا تو مرحله دبیرستانی هم خب تو نوجوانی رشد میکنه، میرسه دیپلم میگیره و بعدم میره دانشگاه ادبیات انگلیسی میخونه. اصلا مثلا با ادبیات انگلیسی، با فرهنگ انگلیسی و فرهنگ آنگلوساکسون ها از اساس آشنا میشه و بعد آرام آرام احساس میکنه این ادبیات رو باید در وجه دراماتیک در سینما دنبال کنه. اینه که در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه کلمبیا شده و سعی میکنه که با سینما آشنا بشه، با قواعد درام آشنا بشه، با هنرهای دراماتیک ارتباط پیدا کنه، مانوس بشه، چون ادبیات انگلیسی رو دیگه میشناخت به طور نسبی. حالا در این مقطعی که یک جوانی که از جامعه ایران کلا بریده شده و در یک محیط ایزوله غربی داره رشد میکنه، حالا با آرام آرام اسلام آشنا میشه، با انقلاب اسلامی آشنا میشه، بلند میشه به عنوان دستیار یک رسانه که برای این کارهای دانشگاهیش باید به این خبرگزاری ها و روزنامه ها و نشریات کمک میکرده، مثل بچه هایی که علوم ارتباطات میخونن و رسانه میخونن، روزنامه نگاری میخونن، بخشی از کارخواسته و کار عمومی پروژه جنبیشون کنار تحصیلشون اینه که بعضی از مجموعه گزارش خبری رو تهیه کنن، با کار آشنا بشن. نادر هم با یکی از رسانه‌های معتبر آمریکا باید این کار رو انجام میداده به عنوان دوره کارآموزی و تمریناتش. خب میاد ایران ببینه فضا چجوری داره برای انقلاب آماده میشه و علاقمند میشه به خود انقلاب و میمونه و میمونه، در صورتی که بالاخره خانوادهش اونجا بوده، همه اعضای خانوادهش اونجا بودن، امکان پیشرفت مادیش در یک جامعه مادی زده مثل جامعه آمریکا بوده، اما اینجا میمونه و تقریبا تحصیلش رو دیگه کاملا ناقص میگذاره. فوق لیسانسش تمام شده بود، تزش رو که یه پروژه هنری رسانی بود بعد میگذروند، نیمه کاره میگذره و دیگه اینجا میمونه و بعدم درگیر ساخت مستند میشه برای فضای انقلاب، چون در سفری که بعد از انقلاب میره آمریکا برمیگرده متوجه میشه که از نظر رسانه‌ای دارن نسبت به داخل ایران اجحاف میکنن، تصویری دارن از انقلاب نشون میدن، تصویری از ایران نشون میدن که این تصویر واقعی نیست. همین دغدغه‌ای که سال 58 چند ماه بعد از انقلاب وقتی از ایران برمیگرده آمریکا پیدا میکنه، این دغدغه 43 سال همراهش بود تا همین هفته های آخری که حتی چندی قبل از رحلتش که من برای عیادتش رفته بودم، قبل اینکه دوباره منتقلش کنن بیمارستان، رفتیم خونه دیدنش، باز هم دغدغش همین مسائل بود که تصویر ایران، تصویر انقلاب اسلامی، تصویر جامعه ایران در رسانه های غربی مخدوشه، تعمدن از ایران یه تصویر دیگه ای نشون میدن. همین چیزایی که اخیراً در جشنواره کن هم، کل بازی سیاسی جشنواره کن همین دو هفته پیش همین بود دیگه. یه فیلم های سینمایی رو عوامل ضد انقلاب میسازن علیه جمهوری اسلامی، بعد توهین میکنن، اون تعابیری که بود زنان فاسدی رو در اون به کار میگیرن، بعد جایزه ویژه میدن بهشون که بگن آقا این فیلم به این جایزه گرفت، نگاه کنید داخل ایران اینجوریه. بعد اکتفا هم نمیکنن، از داخل ایران هم بعضی یه فیلمای تاریک و سیاهی میسازن میبرن اونجا، بعد همشون هم با هم میشینن توی میزه گردها، همشون با هم عوامل ساخت فیلم همه با هم علیه فضای داخل کشور سمپاشی میکنن و لگد میزنن. اینا کسایی که هیچ کدومشون
موقعیتشون برای اینکه با غربیا بجوشن و در تعامل با اونا باشن یک هزارم نادر هم نبوده. اما نادر در تغییر انفسی که صورت میگیره به همه اون سازوکارها پشت پا میزنه، میاد اینجا میره تو خاک و خل پشت جبهه زندگی متعالی پیدا میکنه، تا آخرش اینجوری از دنیا میره. اینها اینقدر دریوزه و داغونن که داخل ایران بلند میشن فیلم ضد ایران درست میکنن با منابع داخلی ایران، بلند میشن میبرن اونجا سوت و کفش رو غربی براشون میزنن، یا اینکه اونجا هستن اونجا بلند میشن یه فیلم علیه کشور درست میکنن با منابع مالی سرویس های امنیتی دشمن. ایشون با همین دغدغه‌ای که سال 58 داشت که چهره ایران و چهره انقلاب اسلامی و چهره اسلام داره تخریب میشه، تقریبا جز اولین کسایی بود که متوجه شده بود که ضرورت کار رسانه انقلاب یک فرض واجبه و هر کس کاری از دستش برمیاد باید این کار انجام بده. لذا اول میاد درگیر ساخت آثار مستند میشه، بعد جنگ که شروع شد میاد درگیر دفاع مقدس میشه. ابتدا هم که میره دفاع مقدس وارد جبهه ها میشه، نمیگه که هنرمنده و کار هنری ازش میاد و کار رسانه ای، میره رانندگی لودر بولدوزر رو انتخاب میکنه. هر کاری که بهش بگن میگن آقا شما رانندگی بلدی، بیا برو بشین پشت لودر بولدوزر. یه مدتی راننده لودر بولدوزر، لودر و بولدوزر در مهندسی رزمی بوده، یعنی خاکریز میزده و این کارا رو میکرده. اتفاقا اون آقای حبیبی بزرگ که اولین بار نادر به ایشون مراجعه کرده بود توی جبهه، چند سال پیش موقع توی اهواز به یه مناسبتی من ایشون رو دیدم، ایشون بعد که توضیح میداد که چجوری شد نادر اومد پیش ما و این قیافه کاملا اروپایی، کاملا غربی، چشمهای آبی و موهای به اصطلاح بلوند، کاملا هیکل غربی، هیکل ماشاءالله درشت، ایشون میگه وقتی اومد و بعدم به مدت رو لودر بولدوزر کار میکرد، خب کسی اصلا باور نمیکرد که نادر توانایی های رسانه‌ای و فرهنگی هنری داره. اما بعدن به جایگاه خودش دوباره برگردونده شد و از توانش در حوزه آثار مستند و غیره استفاده شد و تربیت تعداد زیادی از افرادی که بتوانن کار مستند سازی کنن. میشه به جرأت گفت که نادر پدر جریان مستندساز انقلابه. یعنی نادر کنار دست شهید آوینی که اون فیلم های مستند روایت فتو می ساخت، کاری که شهید آوینی می کرد کادرسازی توش نبود، خودشون 7-8-10 نفری بودن. اما نادر از بعد از دفاع مقدس یک دغدغه ثابتش در بیش از 30 سال گذشته تربیت نسل جوان بود. عمده برنامه های موفقی که شما در تلویزیون در طول 10 سال گذشته دیدید اینا شاگردای نادر هستن. عمده جوانانی که در جشنواره‌های گوناگون مستند انقلاب، از جشنواره عمار گرفته تا جشنواره سینما حقیقت تا جشنواره مقاومت تا جشنواره‌های گوناگون، اینا اغلب شاگردی نادر رو در جلسات درس کردن یا اینکه کارهاشون با مدیریت و پشتیبانی و هدایت ایشون انجام شده که خب غالبا تو تیتراژ این آثار این نوشته می‌شد. از این رو ایشون یک حرکت ویژه در کار رسانه‌ای کرد در کادرسازی و بسیار هم موفق بود در این زمینه. درگیر مسائل داستانی هم بود، در بعضی از فیلم‌های سینمایی به عنوان هنرپیشه بازی کرد، فیلم‌های دفاع مقدس. خودش رأساً سریال سازی کرد، یک مینی سریال ساخت برای حضرت عیسی مسیح، بشارت منجی، و از اون یه فیلم سینمایی هم در آورد. بعداً تلاش‌های گسترده هنریش هم در عرصه اجرا هم در عرصه آموزش بر کسی پوشیده نیست. این سالهای اخیرم که خیلی ها نادر رو در صفحه تلویزیون از اواخر دهه 1380 در شبکه 4 با برنامه هایی که در مورد بررسی آثار سینمایی بود تا بعد اواخر دهه 1380 سال فکر میکنم 89 بود با برنامه راز کار رو شروع کرد که یه دویست از برنامه‌هاش رو من توفیق داشتم که دعوت کرد خدمتش بودم، اونجا حضور داشتم. بعداً در شبکه افق که خودش به عنوان کسی که مشورت میداد به مسئولین صدا و سیما و مسئولین مجموعه مختلف در ایجاد بعضی از این شبکه‌ها نقش تئوریک داشت، نقش یک مستشار رو داشت که مبانی نظریه پیدایش هر شبکه رو توضیح میداد و از جمله همین شبکه افق هم باز به همین نسبت.
و در شبکه افق برنامه عصر رو شروع کرد که تا همین اواخر هم این برنامه رو داشت. حالا این وجوه شناخته شده نادر بود، اما نادر یک وجه کمتر مطالعه شده و کمتر شناخته شده داره که به اون دلیل آمریکایی ها ایشون رو گذاشتن در لیست تحریم ویژه. اون همین بود که قدرت سازماندهی داشت، یعنی از درون آمریکا و درون اروپا، آفریقا و آسیا افراد نخبه و خبره رو جمع می کرد. کارش مثل کار یک نخ تسبیح بود، اینها رو گرد هم جمع می کرد، یه پارچه می کرد و اثرش رو شما در همایش افق نو می دیدید که از آمریکا اندیشمندان گوناگون، از اروپا اندیشمندان گوناگون، از آفریقا، از همه جا جمع می شدن داخل ایران و در ایران این افراد در چند روز گرد همایی هایی که بود در همایش های گوناگون در دانشگاه ها، در محیط های گوناگون علمی، در حوزه علمیه، در قم و تهران و مشهد گرد هم می آمدن، اندیشمندان دو طرف مباحثی رو با هم دیگه داشتن و در نهایت هم همونطوری که مستحضرید بعضی از اینا برنامه تلویزیونی داشتن در خود برنامه های آقا نادر و خیلی از اینا بعداً مروجین انقلاب اسلامی می شدن. بعضی از اینا وقتی می رفتن توی اروپا و آمریکا دیگه کاملا بیقرار می شدن. یه خانم میانسالی بود، فکر می کنم اسمش مدعا بنجامین بود، این خانم یه جسه کوچیکی هم داشت، دو بار که آمد ایران توی این همایش ها شرکت کرد و رفت توی آمریکا هر همایشی ضد ایران برگزار میشد میرفت یه نفری با سر و صدا و پلاکارد میگرفت دستش و اعتراض میکرد و که شما ایران رو نمیشناسید، داخل ایران اصلا اینجوری نیست، مردم ایران اینجوری نیستن. تا اندیشمندانی که میامدن، آقایون جا افتاده، افراد به سلام مسنی که خیلی شخصیت عظیم فکری فرهنگی داشتن در محافل دانشگاهی، در محافل مذهبی، کشیش ها و اسقف های گوناگون، سیاستمداران سابق، سناتورها و کنگرسمنها، فرماندهان سابق نظامی، سینماگران مطرح مثل اولیور استون و غیره، همه این افراد، آقایون و خانم‌ها می اومدن ایران و به اعتبار نادر، یعنی نادر با اینها در تماس بود، برنامه مستقیم داشت در اسکایپ و با اینها می نشست، ساعت‌ها گفتگو می کرد. گاهی اوقات من می دیدمش از نزدیک، می دیدم که خب این لپتاپ بازه و با یکی از این اندیشمندان داره مثلا سر یه موضوعی دو ساعت سه ساعت دارن مباحثه میکنن، دیدگاهاشون رو به هم نزدیک میکنن. ظاهر اینه که هر کس میخواد کار رسانه ای کنه باید دوربین جلو چشمش باشه، باید توی تلویزیون باشه، باید روزنامه داشته باشه، باید وبسایت و خبرگزاری داشته باشه، باید یک نظام اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه، اما غافل از این که بالاخره کار رسانه انتقال پیامه. پیام چیه که شما میخوای از طریق رسانه منتقل کنی؟ چون میگیم رسانه سه تا وجه داره دیگه، گوینده پیام، گیرنده پیام و رسانه‌ای که از گوینده به گیرنده این رو منتقل میکنه. حالا اگر فقط این ابزار انتقال مد نظر بود، معلوم نبود که پیامی که میخواد منتقل بشه چیه و قراره به کی منتقل بشه، مخاطب شناسی نباشه که کار شکست میخوره. ویژگی نادر این بود که برای پیدا کردن پیام اصیل شبکه ارتباطیش با اندیشمندان در داخل و خارج کشور کامل بود. بعید بود کسی صاحب فکر و ایده و نظری باشه در این حوزه که نادر باهاش ارتباط نداشته باشه، ساعتها نره روبروشون نشینه، با هم مباحثه نکنن. خیلی حوصله داشت برای جلسات این چنینی، خوب دیدگاه رو میگرفت، برای خودش پخته میکرد، بعد هنگامی که شما رو دعوت میکرد تو برنامه تلویزیونیش کلن آنتن رو میداد دست شما، چون خودش نسبت به این موضوع توجیه بود، فکرم نمیکرد به عنوان یه مجری هی باید بپره وسط حرف شما یه اظهار فضلی کنه یا اینجوری به مخاطب القا کنه که حالا مثلا الان داره یک سوالی رو از شما میپرسه یا یه حرفی رو تو دهان شما میذاره. نه، صادقانه میگفت خب من خودم اومدم نشستم با اون فرد یه صحبتی کردم، ابعاد اون موضوعی که میخواد رو آنتن بیان کنه و ضرورت داره بیان کنه برای مردم رو خودم باش آشنا شدم، حالا من میگم بسم الله الرحمن الرحیم در خدمت
فلان کارشناس فلان مهمان هستیم، ایشون خودش دیگه میدونه چی بگه. انتهای برنامه هم تشکر میکرد و برنامه رو جمع میکرد، یا وسطای برنامه برای تایید حرف اون کارشناس یک وله های تهیه کرده بود، ویدیوهای کوتاهی، اونا رو نمایش میداد و مجرای دیگه این کار رو نمیکنن. بالاخره برای ما که یه سابقه طولانی در برنامه های تلویزیونی داریم و تعداد بسیار زیادی از مجریان قدیم و جدید رو کهنه کردیم در تعاملات روی آنتن، خب غالبا اینجوریه که بعضی از مجریا میخوان یا اظهار فضل کنند، یا مثلا به بهانه اینکه الان یه چیزی رو میخوایم بپرسیم که مخاطب ممکنه الان سوالش باشه، هی میپرن وسط حرف کارشناس، یک رفتارهای به قول خودشون مثلا حرفه‌ای میخوان انجام بدن که اتفاقا بدتر هم میشه. اما نادر راحت بود، یعنی چنین مشکلاتی نداشت، چون این شبکه‌ای از اندیشمندان رو که باشون ارتباط گرفته بود داخلی یا خارجی، فقط مسئلهش این بود که الان رسانه باید یه ظرفیت ایجاد کنه، اینا اون حرف و مپس تخصصی که دارن خودشون باید ابتدا انتهاش رو تعریف کنن و تنظیم کنن، نه اینکه هی مجری بپره وسط حرفشون. نتیجه طبیعیش این بود که ظاهر کار که کار رسانه ای بود، یعنی انتقال پیام از گوینده به گیرنده پیام، ظاهر که دیده میشد خیلی قوی بود، هیچکی نمیدونست که پشت این قضایا اون قسمتی که باید خود پیام که میخواد از طریق رسانه منتقل بشه به مخاطب، اون پیام پخت و پز بشه، اون پیام پختگی داشته باشه، اون پیام ظرفیت داشته باشه، اون پیام باید شناسایی کرد. یه اصطلاح داشت نادر، میگفتش که یه تابلو زیبا که دارید، این تابلو رو باید قاب بگیرید که قشنگ بشه بذارتش توی نمایشگاه، توی گالری. رسانه کارش اینه که یه کسی یه حرف خوبی داره، یک نظر و دیدگاه خوبی داره، اون دیدگاه و نظر خوبو بیاره قابش کنه تا مردم اونو ببینن، بشنون و استفاده کنن، لذت ببرن و یه چیزی یاد بگیرن، تعهدی درشون ایجاد بشه. نه اینکه منی که نشستم به عنوان مجری اینجا، من خودم یه چیزی از اون محتوای اون تابلو هم، نه، نهایتاً کار من مجری و کار تلویزیون قاب بندی، اون قاب زیبایی است که میگیریم دور اون تابلو نقاشی. تابلو نقاشی خودش زیباست، حالا این قاب باید بیاد اینو کامل کنه، نصب کنه اونجا، نه اینکه خودش بیاد در محتوای نقاشی دخالت کنه. فرق اجرای نادر طالبزاده در تلویزیون با دیگران این بود، چون صرفا مجری نبود که نشسته باشه اینجا، حالا تهیه کننده زنگ بزنه امروز یه کارشناس بیاد، فردا یه کارشناس دیگه بیاد، پس فردا یه کارشناس دیگه بیاد، این مجری همیشه روی صندلی ثابته. حالا اینکه این کارشناسایی که میان چه ابعادی دارن، چه توانایی دارن، چه ایت تخصصی دارن، این کارشناس که متخصص اون که نبود، یه چهار تا سوال میپرسید کلیشه‌ای که بگه آقا من در این هیته تخصصی شما الان به این نکته رسیدم، الان من همچین نظری دارم، به نظر شما چه جوریه؟ اینو میگه تبدیلش میگه به سوال. اما نادر همچین موضعی نداشت. نادر بلند میشد خودش میرفت دنبال اندیشمندا، یعنی اینجوری نبود که تهیه کننده زنگ بزنه به یه کارشناس بلندشو بیا. این چیزی که شما برنامه که تو تلویزیون میبینید اینجوریه، یه مجری شما جلو دوربین میبینید، یه تهیه کننده هست و یه هماهنگ کننده ای که اون تهیه کننده و اون هماهنگ کننده زنگ میزنن کارشناس برای برنامه بیاد. اما نادر مدت ها و ساعت ها با هر کدوم از این افرادی که باید میومد جلوی دوربین مینشست بحث کارشناسی میکرد، بخشی از این کوه یخ رو میآورد رو آنتن نشون میداد، در حالی که بخش عمده ای از این کوه یخ زیر آب بود. از این رو یک درسی نادر به همه در حوزه رسانه میداد. اون درسم این بود که کار رسانه، رسانش یکه، عقبه رسانه که تولید محتوا و مبانی نظری و فکری و محتوایی 99. هنر یک فرد رسانه اینه که اون 99 رو بره خوب پخت و پز کنه، آماده کنه، مشخص کنه، بعد تصمیم بگیره از همه این خمیر این تیکش رو بکنه، یک نونی باش درست کنه، داخل رسانه این نون رو بده مخاطب بخوره. همه این رو باید بشناسه، بعد این جزء رو بفرسته بیاد. از این جهت درس نادر به عنوان مهمترین شخصیت رسانه‌ای تاریخ 40 سالی بعد از انقلاب اینه که 99 محتوا و پیام، یک رسانه، رسانه نقشش یک، 99 تاشون پیام است. اینه که شما می‌بینید الان تعداد زیاد روزنامه هست، تعداد زیاد مجله هست، تعداد زیاد خبرگزاری هست، تعداد زیاد شبکه تلویزیونی هست. چرا اینا
همه چیزشون شبیه هم دیگه است. این همه شبکه‌های اجتماعی وجود داره. چون رسانه هست در اینستاگرام، در توییتر، در یوتیوب، در روبیکا، در تلگرام، در شبکه‌های اجتماعی همینطور دیدید. بیرون هم تعداد زیادی رسانه مثل خبرگزاری‌ها هستن، مثل روزنامه‌ها هستن، مثل مجله‌ها هستن. کلی هم رادیو و تلویزیون وجود داره. تعداد زیادی شبکه رادیویی، تعداد زیادی شبکه تلویزیونی. اما یه چیزی نیست، پیام نیست. اون محتوای پیامی که قرار باشه منتقل بشه نیست. ساعت‌ها شما در اینستاگرام بالا پایین کنید، همه برای اینکه به هر راهی یک جوری بتونن روی شما تأثیر بذارن تا شما اونا رو فالو کنید و یا اون صفحه‌شون رو لایک کنید، به هر چیزی متوسل میشن. حتی التماس میکنن دیگه. تو خیلی از پیجا دیدید طرف التماس میکنه آقا تا اینجا اومدی لطفاً لایک کن. و توی شبکه‌های مختلف اینجوریه. حالا در رسانه‌های دیگه هم که اصلا دغدغه‌شون مخاطبه دیگه، یعنی شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی دنبال مخاطبن، نمیدونم خبرگزاری‌ها دنبال مخاطبن، ولی کسی تولید کننده محتوا نیست. درد این اگه کسی هم محتوا تولید میکنه، همه اینو کپی پیست میکنن. ولی در فضای رسانه کسی موفقه که 95% انرژیش رو میذاره توی تولید محتوا، یه محتوای خیلی خوبی رو با اهل محتوا تولید میکنه، شکل میده، بعد برمی‌داره اینا رو میاره تو برنامه‌اش، بخشی از اون محتوا رو به مخاطب منتقل میکنه. اینه که همیشه اون برنامه یه سر و گردن از بقیه بالاتر بود. یعنی همیشه در دهه 1180 اون برنامه‌ای که در شبکه 4 تلویزیون آقا نادر داشت، همیشه سر و گردن از بقیه تلویزیون بالاتر بود. در دهه 90 دو برنامه راز و عصر و دامنه متنوعی از اندیشمندانی که از سراسر جهان، از داخل ایران و خارج ایران آورد روی آنتن، اینا در دنیا همچین جمع نخبگی رو جمع کردن در دو تا برنامه تلویزیونی از بیش از 60-70 کشور و دامنه موضوعات انقلابی و بسیار عجیب و پیچیده ای رو کردن و مطرح کردن. خب اینا حاصل اون عقبی فکریه بود که نادر خودش داشت. خودش فرد اندیشمند بود، بعد خودش زبان سخن گفتن با اندیشمندان و بلد بود. ولی کسی فقط صرف این که مجریه و رسانه‌ای و مشهور و سلبریتی رسانه است، این بیاد بشینه روبروی شما، خب حوصله شما رو سر میبره دیگه، چون همین میخواد یه حرفایی رو مطرح کنه، سوالی رو بپرسه که مثل دانشجوی ترم 1 میمونه. ولی یه کسی که خودش اندیشمند پخته ایه، وقتی میشینه با یه فرد اندیشمند قهوه بخوره، چای بنوشه، دو سه ساعت با هم دیگه اختلاط کنن و مباحثی رو مطرح کنن، حالا از این دو سه ساعت نیم ساعت بحثش رو دسته‌بندی میکنه میاره رو آنتن با حضور همون فرد. اینجا مردم یه چیز متفاوتی میدیدن. لذا نادر به عنوان یک کسی که ادعای ایدئولوگ بودن نداشت، ادعای تئوریسین بودن نداشت، ادعای نظریه پردازی نداشت، اما فهم دقیقی از ایدئولوژی ها داشت، از نظریه ها و تئوری ها در شرق و غرب داشت. و حالا کسی که همچین فهمی داشت میتونست با اهل این فن تعاملاتی داشته باشه، اینا رو منتقل کنه. ممتاز بودن نادر، یگانه بودنش در عرصه رسانه به دلیل این ویژگیه. و لذا اگر شما این بخشای رسانه‌ای نادر در دهه 1390 رو حذف کنید، کلن شبکه افق و برنامه عصر و شبکه 4 و برنامه راز رو از ذهنتون پاک کنید، هر تصویری که از نادر در تلویزیون داشتید تو این برنامه‌ها اون رو بذارید کنار، اصلا فکر کنید نادر نبود، و بعد تصور کنید یه نفر بوده سالی یکی دو بار همایش عمومی میگرفته، از سراسر دنیا اندیشمندان گوناگون و کسانی که معترض به نظام جهانی سلطه در سراسر دنیا بودن رو جمع میکنید و باشون میشینید در هتل ها در همایش های گوناگون سخن میگی و با یه گروهشون میری قم، با یه گروهشون میری اصفهان، با یه گروهشون میری مشهد، با یه گروهشون میری این دانشگاه، با یه گروه میری اون دانشگاه. حداقل ما که در طول 15 سال گذشته قبل از رحلت نادر، در طول 15 سال قبلش مهمان زیادی رو در اندیشکده داشتیم. یعنی نادر تماس میگرفت که آقای 4 تا مهمون نمیدونم اروپایی، 4 تا مهمون آمریکایی، 4 تا مهمون کشور کجا و کجا، اینا اینجا هستن، در مورد این موضوعات یه مباحثی دارن، سوالاتی دارن، میخوان بیان بشینن اونجا تو اندیشکده با هیئت علمی شما یه بحثایی کنن، با خود شما یه بحثایی داشته باشن، یا بیان در جلسات تخصصی اندیشکده با دانشجویان شما و اندیشجویان شما بنشینن، یه بحث رو مطرح کنن، یه سخنرانیایی کنن، یا سوالایی بشنون از سوی جوابا، ببینن از سوی جوونا، ببینن این جوونا چه مثلا سوالاتی دارن
و اینا جواب بدن و تعادل به وجود بیاد، فقط با اندیشمندان بس نبوده باشه. بارها این هیئت ها رو که می آورد اندیشکده، شما نادر رو در کسوت یک آکادمیسیان می دیدید، در کسوت یک کسی که در کرسی های علمی بالا نشسته، در آکادمی های مهم علوم نشسته، در فرهنگستان های متفاوت علوم نشسته، در مرکز مطالعات استراتژیک نشسته، اندیشمند، تصمیم سازه، تئوریسینه. خودش همچین ادعایی نداشته، ولی یک کسی که توی آکادمی علوم نباشه، در مرکز تحقیقات استراتژیک نباشه، در دستگاه تصمیم سازی نباشه، یا کسی نباشه که در تراز ویژه‌ای از حوزه های فکری باشه که اندیشمندان گوناگون حاضر باشن باهاش کنار یک میز بنشینن، خب اون که نمیتونه افراد رو جمع کنه دور هم. نادر این قابلیت رو که داشت، وقتی این افراد رو جمع میکرد دور خودش، شما اصلا فراموش میکردید که نادر شخصیت رسانه ایه، اصلا فراموش میکردید که این میشینه به عنوان مجری یک برنامه تلویزیونی داخل تلویزیون جلو دوربین. نه، این الان یک آکادمیسیانه، الان یک کسیست در حد مدیران گروه در فرهنگستان‌های علوم در اقصا نقاط جهان و بخشای دیگه. چطور در آکادمی‌های علمی و فرهنگستان‌های علوم اندیشمندان رشته‌های علمی گوناگون جمع میشن دور هم دیگه؟ چطور در مرکز مطالعات استراتژیک مطرح استراتژیستا و تصمیم سازها از جاهای مختلف دنیا جمع میشن حول یک موضوع با هم دیگه، طوفان فکری را میندازن و مباحثی رو مطرح میکنن؟ نادر در پشت صحنه اینجوری بود، یعنی اندیشمندان رو می آورد، خودش تو هتل با اینها بحثای متعدد داشت، خودش همراه اینا میرفت مشهد، میرفت اصفهان، میرفت قم، همراه اینا می اومد در دانشگاه ها، همراه اینا می اومد در اندیشکده ها، در فیلم ها و تصاویر و عکس ها و جلساتی که در اندیشکده ما می آمد، خودش هم پای اینا می نشست، بحث می کرد، مباحثه می کرد، می شنید 4 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت با حوصله. پس کسی موفقه در کار رسانه که اگر رسانه رو ازش گرفتی بردیش در وادی علم، در مراکز مطالعات استراتژیک، در آکادمی های گوناگون علمی، در فضای آکادمیک، بتونه با اندیشمندان گروه های مختلف علمی هم کلام بشه، با جامعه شناسا، با فیلسوفا، با متکلمین، با روانشناسا، با تکنولوژیستا، با سیاستمدارا، با متخصصین روابط بین الملل، با استراتژیستا. این ویژگی رو نادر داشت. لذا اون چیزی که بیشتر مردم دیدن شخصیت رسانه ایش بود در اجرای برنامه تلویزیونی. اما اون بخشی که قوه مرتبط کردن و یک پارچه کردن افراد در حوزه مسائل نظری رو داشته باشه، یعنی اون نخ تسبیح باشه که این دونه های تسبیح، یعنی این اندیشمندان رو کنار هم بچینه و نه یه نفر، دو نفر، سه نفر، یک دفعه در یه همایش 100 نفر نخبه از سراسر جهان جمع میشد. حالا یه گروه فرانسوی، یه گروه آلمانی، یه گروه لهستانی، یه گروه روسی، گروه خیلی بیشتری آمریکایی، یه گروهی از آمریکای لاتین، تعدادی از آفریقا، تعدادی از شرق آسیا، تعدادی از کشورهای عربی، ترکیب نامانوس، یک همایش بین المللی با حداقل امکانات اما در ظرفیت بسیار بالا. اینجا نادر اون شخصیت محوری که قابل اعتماد بود، قابل اتکا بود، هر اندیشمندی با دعوت هر کسی بالا نمیشه از این بره دنیا بره اون بره دنیا، بسیار پیرمرد پیرزنی که عمری رو در یه حوزه علمی گذروندن، در یک حیطه تخصصی، حالا میخوان مثلا جمع بشن یه جایی که فضای جشنواره سینمایی که نیست که خودنمایی و تظاهر و رد کارپت و فرش قرمز و افراد لباسای جور و جور بپوشن، عقده دیده شدن داشته باشن روی رد کارپت ها، این چیزایی که توی مراسم اسکار دیده میشه یا توی جشنواره کن یا جای دیگه دیده میشه. یه سری آدم که اسم خودشون میذارن هنرمند جمع میشن، فقط اون مرحله که میان روی رد کارپت فقط عقده دیده شدن، اون زنانی که توی اون جشنواره های آمریکایی میبینید و اون مردانی که میان اصلا فقط موندن مثل اینکه منتظر سال یه بار مراسم اسکار باشه، اینا عقده داشتن یه لباس عجق وجقی پیدا کنن بپوشن که دیده بشن. اهل علم، دانشمندان، اندیشمندان، اینا هنگامی که دور هم جمع میشن از این تشریفات ندارند. یه سری پیرزن پیرمردن که یه عمر کار فکری کردن، حوصله‌شون هم نمیکشه. حالا دور هم که جمع میشن، فقط چیزی که اینا رو به وجد میاره شنیدن حرفای مهمتر، جدیدتر از اون چیزی که خودشون میدونن، یه چیزی بالاتر،
و آشنا شدن خیلی چیزی که براشون هیجان داره اینه که فلان کس در فلان کشور خیلی اندیشمند شاخصی بوده، حالا یه فرصتی پیش اومده اینجا تو ایران اینا بشینن با هم دیگه صحبت کنن، اختلاط کنن، یا یه کتابی از این دیده، یه سخنرانی از اون دیده، یه نظریه از اون شنیده، حالا بشینن با هم دیگه تعاملاتی داشته باشن، یک سینه سخن دارن، دریای این سخنانی که توی دلشون هست رو بریزن بیرون و با هم دیگه تبادل دیدگاه کنن. این فضا آدم محوری میخواد. هر کسی نمیتونه اندیشمندان رو از این ور دنیا جمع کنه اون طرف دنیا، هر کسی نمیتونه از جاهای مختلف افرادی که دیدگاه‌های متعارض و معارض دارن رو دور هم جمع کنه، و نادر این کارو میکرد. اعتماد بهش وجود داشت، اعتبار داشت، اندیشمندان بهش اعتماد داشتن و برای افراد مختلف در سراسر دنیا اعتبار داشت. خیلی از مدعیان علم در ایران در حیطه تخصصی علم خودشون نمیتونن 10 تا آدم اینجوری بیارن. حالا هر کس در یک حیطه علمی 10 تا آدم حیطه خودشو بیاره، ایران دور بر خودش یک جشنواره برگزار کنه، بگه ببینید این آدما رو من آوردم با هم دیگه نشستیم مباحث مطرح کردیم، بخشش هم تو رسانه‌ها پخش بشه. نترید. حالا یک نفر که ادعا در هیچ رشته علمی نداره، چون نادر آکادمیسیان که نبود، در کسوت یک کسی که کار آکادمیسیان کرده که وارد نمیشد، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و فرهنگستان هنر و فرهنگستان پزشکی و فرهنگستان زبان اینا که نبود داخل ایران، بیرون نادر رو به عنوان آدم رسانه‌ای میشناختن. اما جایی که استادای فلسفه، استادای جامعه شناسی، استادای پزشکی، استادای فیزیک و خیلی از استادای دیگه، سیاستمدارا و غیره، نمیتونستن یه ترکیب گوناگونی از 100 تا حیطه تخصصی رو دور هم جمع کنن از افراد مدعی و صاحب نظر رو، نادر این کارو میکرد. خودش اعتبار داشت و بهش اعتماد داشتن. مینشستن ساعت‌های مدید گفتگو میکردن. الیور استون آمده بود ایران. جریان سینمایی که میخواستین در جشنواره الیور استون رو پشتیبانی کنه، مربوط به دولت آقای روحانی بود دیگه. خب الیور استون اینا رو قبول نداشت. بالاخره گفته بودن که آقا همراه شما آقای طالب‌زاده است. طالب‌زاده باش رفته بود فیلم‌ها رو ببینه. خب اینا یه فیلم‌های نشون داده بودن. الیور استون 5 دقیقه اول هر فیلمی رو می‌دیده شاکی می‌شده. این چه فیلمیه؟ اینا چیه ایرانیا ساختن؟ از سالن سینما بلند می‌شد می‌اومد بیرون. بعد براش هماهنگ کرده بودن رستوران مثلا نمیدونم ایتالیایی نمیدونم چینی کجا برن غذا بخورن. گفت بابا من اومدم ایران، منو ببرید یه جایی که رستوران ایرانی باشه غذا ایرانی بخورم، منو ببرید یه جایی که دوتا اندیشمند ایرانی باشه، فیلماتون که به درد نخورد، لااقل من دوتا اندیشمند ایرانی ببینم. نصف شب زنگ زد که بابا الیور استون اینجوری میگه، من چیکار کنم؟ وسط خیابون وایسادیم و با این فضایی که درست شده. ببینید اون اعتماد و اعتبار از این قول سینما، یک کسی مثل الیور استون، تا اندیشمندان گوناگون، تا کوین برت، تا مارک گلن، تا به اصطلاح مایکل جونز، تا اندیشمندان گوناگون، افرادی که در حیطه خودشون هر کدوم یه یلی محسوب میشن، اما به هر جهت این وجه فکری و تئوریک و شخصیت محوری که وقتی می ایستاد بین اندیشمندان، همه نادر رو قبول داشتن در حیطه اندیشه. از این طرف هم وقتی بین رسانه‌ای ها می نشست، اصحاب رسانه نادر رو قبول داشتن، اهل مطبوعات، اهل کتاب، اهل خبرگزاری ها و نظام های اطلاع رسانی و اهل تلویزیون و رادیو، اینا نادر رو قبول داشتن. نادر انگار یه برادر بزرگتر بود، همه می پذیرفتن اون ریش سفیدی و نظر برترش. حالا وقتی که بیرون این اندیشمندان و این رسانه‌ای ها بین هنرمندا می نشست، اصحاب سینما هم قبولش داشتن. سینمایی بود، یه شخصیتی بود که زبان سینما رو می فهمید، با هنرمندا حشر و نشر داشت. این انسان چند وجهی وقتی جمع می شد همه این ویژگی ها در این فرد، ظهور و بروزش در رسانه در اون برنامه تلویزیونی وقتی بود، مردم متوجه می شدن که نادر یه چیز دیگه است، برنامهش یه چیز دیگه است، قابلیتش یه چیز دیگه است. این بود که اگر کسی دیگه موقعیت نادر و ظرفیت ذهنی و فکری نادر رو داشت،
شاید میرفت میچسبید کنج یه دانشگاهی برای 30-40 تا دانشجو صبح تا شب چیزی رو تدریس میکرد، سر سال هم 2-3 تا پایان نامه مثلا فوق لیسانس و دکتری توی اون هیته تخصصی خودش با دانشجوها برمی‌داشت، سرش گرم 30-40 نفر در کنج یک گروهی در کنار یک دانشکده بود. اما نادر با فهم دقیقی که از رسانه داشت و اون متغیری که اول عرض کردم، همیشه دغدغش این بود که چهره ایران، چهره اسلام، چهره انقلاب اسلامی در بیرون مخدوشه. باید شرایط رو ایجاد کرد. غلبه رسانه‌ای داشت و سخن متفاوت، حرف متفاوت و اون وجهه تهاجمی نگاه اسلام و انقلاب ایران رو نشون داد. نباید بذاریم اینا اینجوری ظلم کنن به ایران و اسلام و نظام و چهره ایران رو مخدوش کنن. این بود که بیتوته نمی کرد یه گوشه فقط برای کار فکری، می اومد این کار رو درگیر کار رسانه‌ای می کرد، خودش رو هم صرفا مجری صرف نمی دونست، آدم تربیت می کرد، انسانهای زیادی رو در این حیطه ها تربیت کرد و شبکه سازی کرد. آمریکا از این می ترسید. آمریکا یه دفعه چشش رو وا کردید، بابا یه اندیشمند ایرانیه کار رسانه‌ای می کنه، افراد بسیار شاخص و مهم و بزرگی رو از آمریکا میبره، اینا هیچ کجای دنیا جرئت نمیکنن به اینا آنتن بدن، این میبرشون تو ایران بهشون آنتن میده، ارتباط ایجاد میکنه، اینا رو شبکه سازی میکنه. آمریکا به خودش حق میده که اپوزیسیون ایران رو ببره، بودجه بهشون بده، تلویزیون بهشون بده، امکانات بهشون بده، خودشو میکشه، 4 تا آدم میبره تو آمریکا از مخالفین ایران. اون مخالفین ایران تو ایران غیر از فحاشی و غیر ازالک بردی ندارن، یعنی اعتقادات و دیدگاه های عمیقی ندارن که مردم بگن اینا تئوریسیان هن، خیلی آدم های شاخصی هن. این همه هزاران نفر عنصر اپوزیسیون ایرانی که از گروه ها و جناهای سیاسی ریز و درشت منافقین و جمهوری خواه و مشروطه خواه و کذا و کذا اونجا جمع شدن، این همه آدم اونجا مدعی هن، همه هم عناوین به اصطلاح آنچنانی دانشگاهی از اروپا و آمریکا دارن، اما داخل کشور کف جامعه هیچ ذریب نفوذی ندارن. آمریکا به خودش حق میده علیه کشور دشمنش یه همچین ساماندهی کنه. اما اگر یک نفر توی ایران بود که از آمریکا 50 نفر رو آورد ایران، اینا یه حرفایی دارن بزنن، حرفاشون توی ایران شنیده بشه، آمریکا انقدر نگران میشه که اون فرد رو میذاره در لیست تحریم ویژه از تحریم ویژه قاسم سلیمانی بالاتر. حاج قاسم تحریم ویژه‌اش، تحریم توسط آمریکا تحریمش لایه میانی بود، حاج نادر تحریمش ویژه بود، ویژه بود. چرا؟ چون میدونستن که نادر قدرت شبکه سازی داره، یعنی این اندیشمندان از اروپا آورده، اینا رو هم از آمریکا آورده، اینا همه اون تو اون کشورا بهشون رسانه نمیدن، نمیذارن حرف بزنن، تو دانشگاه ها منزوی هن. حالا اینا میان این حرفا رو دارن بزنن، این موقعیت براشون پیش میاد. آمریکا میگه من میخوام زمینه آزادی بیان رو فراهم کنم. بعضیا هستن در ایران امکان رسانه ندارن، سرکوب میشن، به رادیو تلویزیون دسترسی ندارن، نمیتونن حرفاشونو بزنن، تو دانشگاه ها محدودیت دارن. اینا رو من میبرم تو آمریکا، تو آمریکا بهشون رسانه میدم، کرسی دانشگاهی میدم، امکان میدم حرف بزنن، شبکه ماهواره‌ای براشون درست میکنم که از اونجا با مردم ایران سخن بگن. اما آمریکا اجازه نمیده علیه خودش کسی همچین کاری بکنه. اگر کشوری همچین کاری بکنه تهدیدش میکنه. لذا اولین خواسته جواد ظریف از علی جنتی وزیر ارشاد دوره روحانی این بود که امروز که رفتی تو وزارت خونه نشستی، اولین کاری که میکنی همایش افق نور رو در سازمان سینمایی درشو میبندی. آقای شمقدری میگه که هنگامی که آقای جنتی اومد شد وزیر ارشاد، آقای حسینی جلسه تودیش بود، خداحافظ، جلسه معارفه آقای جنتی بود، آقا سلام، خوش آمدی آقای جنتی. میگفت ایشون تا مراسم تودی معارفه تمام شد اومد پایین، خب همه معاونین نشسته بودن دیگه، آقای شمقدری هم رئیس سازمان سینمایی بود، معاون سینمایی بود. آقای شمقدری میگفت تا جنتی اومد پایین به من گفتش که این افق نو چیه، ببندیتش. آقا سلام علیکم، بذار برسی تو وزارت خونه مستقر بشی، توی دولت، تو کابینه. اون روزای اولی که تازه آقای روحانی داشته کابینه‌شو میچیده، اول که مشخص میشه کی وزیر خارجه باشه، کی وزیر ارشاد باشه، کی چی باشه، چی باشه، همون حرفای اولی که با هم میزدن یکیش این بوده که ببین داریم میریم با آمریکا مذاکره کنیم، مبادا یک سازوکاری باشه که آمریکا مخالفین مثلا منتقدین داخل جامعه آمریکا رو ما داخل ایران بهشون تریبون داده باشیم. میخوام بریم صحبت کنیم با آمریکا، بگیم ببین آمریکا ما هر چی رو تو نگرانی گذاشتیم کنار. در صورتی که همین آقای ظریف وقتی می نشست با
جان کری سخن میگفت، جان کری بعدن که میرفت اون پشت پرده روبروی دوربین ها قرار میگرفت، 4 تا از اپوزیسیون ایران پشت سرش بود، 4 تا از اراذل اوباش اپوزیسیون میدیدی جان کری نشسته جلو تو ردیف صندلی عقب، 4 تا تو اون قاب جلو خبرگزاریا، 4 تا از اراذل اوباش اپوزیسیون میشون پشت سر خودش که به ایران میگفت ببین ما آلترناتیو شما رو اینجا نگه داشتیم که جمهوری اسلامی رو رژیم چنج کنیم، حکومتش رو تغییر بدیم، اینا رو بیاریم بکنیم حاکم تو ایران. میگفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. به جای اینکه مثلا این یارو ظریف تصور کنه که خب بابا اگه جان کری این کارو میکنه ما هم بعد این کارو بکنیم، صدا کنه نادر طالب زاده رو بگه ببین 100 نفر از منتقدین جامعه آمریکا رو بیار، اونا که نمیخوان تو آمریکا رژیم چنج کنن، حکومت آمریکا رو تغییر بدن، انتقاد دارن به بعضی از مسائل تو آمریکا، اما اینایی که جان کری پشت سر خودش نگه میداره، اینا میخوان رژیم چنج کنن، حکومت ایران از بین ببرن، کشور ایران رو تجزیه کنن. من ظریف به عنوان وزیر خارجه میشینم، آقای طالب زاده تو هم یه سری از اینا رو بیار، من اول یه دیداری باهاشون داشته باشم، عکساش منتشر بشه، آمریکا بدونه که ما هم او اپوزیسیون ایرانو ساماندهی میکنه، بهشون آنتن میده، بودجه میده، پول میده، برند میده، امکانات میده، ما هم در ایران منتقدین وضع موجود آمریکا رو میاریم تو ایران، موقعیت براشون ایجاد میکنیم، وزیر خارجه ایران نشسته باهاشون نشسته برخاست کرده. بعد هنگامی که اونا لگد میزنن به ایران در مذاکرات، میرن یه حرفایی تو جلسه چیزی میگن، میرن بیرون جلو دوربین چیز دیگه میگن، بعد دهن کجی میکنن، اپوزیسیون میشونن پشت سر وزیر خارجهشون، ما هم همین کارو میکنیم. ما هم وقتی خواستیم بشینیم 4 تا از اپوزیسیون میذاریم پشت سرمون. خب آقای ظریف که این سالهای آخر دیگه فشار ایمیلی میآوردن، میگفتن که ایمیلاشون رو جواب نمیدن، میگفتن هر چی ایمیل میزنیم، یعنی خود آقای عراقچی و آقای ظریف میگفتن هر چی ایمیل میزنیم دیگه ایمیلارم جواب نمیدن آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها خرشون از پل گذشت، دموکرات‌ها برجامو تصفیب کردن، رفتن دنبال کار زندگیشون، به ایمیلای اینا هم جواب نمیدادن. نفر بعدی هم که 2 سال بعدش اومد سر کار، یعنی ترامپ، کلا پاره کرد ریخت دور، اصلا دیگه به ایمیل زدن هم نمیرسید. چرا؟ چون آقای ظریف نمیدونست که وقتی جان کری داره مستظهر به پشتیبانی اپوزیسیون و ضد انقلاب ایرانی است، اونا رو میاره جلو دوربین، اینا باید همین کارو بکنه. کی بهتر از نادر؟ کی بهتر از نادر اینا رو ساماندهی کرده بود، آورده بود، دستبندی کرده بود؟ تو میتونست چند نفر رو بنشونی با من وزیر خارجه، دهنگجی کنی با آمریکا که تو اپوزیسیون ایرانو میاری، ما هم مخالفین شما رو میاریم. اما خب اولین کاری که دولت روحانی و شخص جواد ظریف و علی جنتی وزیر ارشادش کردن این بود که اول ریشه همایش افق نور رو زدن، که بعد خب طبعا همایش افق نور رو نهادهای دیگه متولی شدن که پشتیبانی کنن و طبعا همایش افق نور کارش ادامه پیدا کرد. اما اون استفاده رو که ظریف میتونست ببره نتونست ببره، چون ظرافت سیاستمداری رو نمیدونست، اون نکات ظریف سیاستمداری رو نمیفهمید، کل کابینهشون نمیفهمیدن، نه فقط اون بنده خدا. ولذا از ظرفیت نادر که میشد بسیار در ماجرای مذاکرات منتهی به برجام استفاده کرد، استفاده نکردن، بلکه اومدن اینا رو تارمار کردن، گفتن آقا اینا دیگه نیان، سخت گرفتن و خیلی فشار آوردن. آمریکا خودش هم پالسای میداد به اینا که یعنی مراقب باشید اینا نیان، و خواسته هایی داشت. آمریکا میترسید، تمدن 330 میلیون نفری آمریکا با این همه ادعاهاش و قدرت اتمیش و حق وتوش در سازمان ملل و اقتصاد عظیم و نمیدونم معیارهایی که سازمان ملل تو نیویورک داره، اینا خط میدن به سازمان ملل و مسئله هالیوودش، و با همین طول و عرضش آمریکا از این که شما 50 منتقد آمریکا رو بیاری بیرون، اینها آنتن داشته باشن، با مردم ایران سخن بگن، از طریق پرس تی وی با مردم انگلیسی زبان سخن بگن، آمریکا از این میترسید. لذا آقا نادر رو گذاشت توی لیست ویژه تحریم، لیست ویژه. چرا؟ چون آمریکا، چون نادر طالب زاده میتونه منتقدین جهانی رو ساماندهی کنه، یعنی 4 نفر از آمریکا، 4 نفر از انگلیس، 4 نفر از فرانسه، 4 نفر از اسپانیا، 4 نفر از آلمان، 4 نفر از لهستان، یه شبکه داره درست میکنه، اینا فردا میشن شبکه منتقدین غرب. آمریکا حق داره یه حجم زیادی از این اراذل اوباش اپوزیسیون رو اونجا ببره بهشون آنتن بده، در وی او ای، در تلویزیون‌های گوناگونی که ایجاد می‌کنه، و در محافل دانشگاهی و مطالعات استراتژیک. انگلیس حق داره یه تعداد دیگه از اپوزیسیون و اراذل اوباش اپوزیسیون رو ببره بهشون میدون بده، در بی بی سی فارسی، بی بی سی دولتی انگلیس، و
مجموعه های دانشگاهی و مرکز مطالعات استراتژیک. فرانسه به یک گروه دیگه از اراذل اوباش و اپوزیسیون میدون میده، هم در فضای رسانه‌ای هم در فضای آکادمیک و مخالفت با جمهوری اسلامی. آلمان به همین نسبت، سوئد به همین نسبت، صبح تا شب اینا دارن کاسمن دیگه. ببینید اینا جریان برانداز جمهوری اسلامی که بلد نیست مثلا بیاد حکومت کنه، فرار کرد رفته اونجا، نونش تو مخالفت با جمهوری اسلامی. هر چی بیشتر بتونه حالا 5 نفر جمع جمع جلوی ساختمانی 4 تا پرچم بگیرن دستشون اعتراض کنن، 4 تا دیگه شون جمع بشن یه جا دیگه یه نشریه بدن، 5 تا دیگه شون بلند شن برن یه حرفایی بزنن، نونشون تو اینه که یه تعداد زیاد تلویزیون و شبکه اجتماعی و تظاهرات و ازش بازی اونجا در بیارن، پول بگیرن از دولت هلند، پول بگیرن از سوئد، پول بگیرن از فرانسه، پول بگیرن از عربستان سعودی، پول بگیرن از امارات، پول بگیرن از رژیم صهیونیستی، پول بگیرن از آمریکا، پول بگیرن. کسب و کارشون براندازیه، باید این کارا رو بکنن. اما در مقابل این شبکه گسترده که اونا انجام میدن، نادر که مسئلهش براندازه تون کشورا نبود، اصلا بحث امنیتی داشت، میخواست دیدگاه‌های منتقدین این جوامع رو به هم نزدیک کنه و با دیدگاه کسانی که در داخل ایران موافق یا مخالف غرب بودن بینشون روبرو هم که آقا دیدگاه نزدیک بشه، اونی که در ایران مخالفت با غرب داره از حیث ایدئولوژیک با اون کسی که مخالفت با مبانی سوسیالیسم یا مبانی مارکسیسم یا مبانی لیبرالیسم یا مبانی کپیتالیسم داره، اختلاف دیدگاه‌های اینا و تشابه دیدگاه اینا در چیه؟ آمریکا از این میترسید، وحشت داشت که چرا این کارا رو میکنه. سریع گذاشتن تو لیست تحریم، نمیذاشتن دیگه اون افراد هم بیان ایران. نادر رو جزو تحریمی‌ها یک به اصطلاح شرایط ویژه براش درست کردن، ممنوعیت ورود به آمریکا و نمیدونم تحریم‌های گوناگون. الانم که تو شبکه‌های اجتماعی بسیار نسبت بهش وحشت دارن. این ضعف آمریکا رو می‌رسونه. آمریکا اگه یه ذره قدرت داشت میگفت خیلی خوبه، یک کشوری مثل جمهوری اسلامی توی 10 تا کشور غربی تو اروپا و آمریکا این همه اراذل اوباش و اپوزیسیون ریختن، صبح تا شب هم دارن تو تلویزیوناشون و توی شبکه‌های اجتماعی علیه جمهوری اسلامی لجن پراکنی میکنن 43 ساله. هر چی اینا بیشتر به این آتش دمیدن، جمهوری اسلامی قوی‌تر و آبدیده‌تر شده. خب حالا بذارید آمریکا هم بالاخره 50 نفرم از تو جامعه آمریکا اومدن بیرون یه حرفایی زدن توی جامعه 80 میلیونی ایران فارسی زبان، و بعدم تو شبکه‌های تلویزیونی انگلیسی زبان مثل پرس تیوی یه نکاتی رو گفتن 10 میلیون نفرن تو دنیا شنیدن. مشکلی نیست برای ما آمریکایی‌ها، نه آمریکا ضعیف‌تر از این حرفاست. آمریکایی که میگه تو موشک بالستیک برد فلان نداشته باش، فقط من موشک بالستیک برد بلند داشته باشم، آمریکا قوی بودنش در ضعیف بودن دیگرانه. نظام میگه تو انرژی اتمی نداشته باش، تو نمیدونم موشک نداشته باش، تو پوشک نداشته باش، تو اینو نداشته باش، تو اونو نداشته باش، تا من آمریکا ابرقدرت باشم. خب چه ابرقدرتی که دیگران بعد در مقابل این به اصطلاح ضعیف بشن. یه تیغی گرفته، هر کی سرش از این تیغ میاد بالاتر گردنش زده بشه، تا آمریکا همیشه اونجوری درشت بمونه. خب ضعف یک امپراتوریه. این بود که نادر این توانایی رو داشت که وسط بنشینه، شبکه‌ای از این اندیشمندان شکل بده با حداقل امکانات و بودجه، بدون اینکه مسئول نهاد رسمی مثلا فلان مرکز فکری یا فلان دانشگاه فلان پژوهشگاه و نکاتی از این دست باشه، کسی که در نهایت مردم به عنوان مجری یک برنامه تلویزیونی میشناختنش. اما خب نادر واقعا حماسه آفرید. خب کسی که اموالش رو مصادره کرده بودن بعد از انقلاب، بعد از دفاع مقدس انبار پدرش رو مصادره کرده بودن به ناحق، تا همین سالهای آخر هم پیگیرش بود، مقامات عالیه نظام دستوراتی داده بودن و یه تعللایی حالا تو قوه قضاییه و جای دیگه بود اونا. اما در مجموع آدمی که این حرفا روی اعتقادش و باورش به اسلام و نظام و انقلابش تأثیری نذاشت، دنیای بالاتری داشت اول انقلاب، دنیا ازش گرفته شده بود، تا همین روز آخر هم مستأجر بود، الان هم خانوادهش مستأجرن. یه کسی که وسط تهران بیشترین حجم زمین ها مربوط به اصطلاح پدر بزرگ مادریش بوده باشه، راسته زمین هایی که وسط تهران مربوط به پدر بزرگ مادری نادر بود، خیلی عجیب بود. حالا شما ببینید کسی که یه همچین موقعیتی داشته تو دوره فرض بفرمایید قاجار و بعدش تو دوره پهلوی، بعد انقلاب میاد مستأجر زندگی میکنه، خودش و خانوادهش سختی میکشن، یک ذره از موزه انقلاب کوتاه نمیاد. هنگامی که
مقام معظم رهبری فریاد زد که چه بکنم که نمیبینند دندونهای به هم فشرده دشمنو، چه بکنم که نمیبینند صفوفه به هم فشرده دشمنو. اینه عمار، چهار تا عمار نیست برن برای مردم توضیح بدن که چیه، کیه، چرا اینجوری شده. خب گلایه کردشون دیگه. وقتی این برنامه از تلویزیون پخش شد، آقای پناهیان زنگ زد به تک تک ماها که آقا دیدید آقا چی گفت؟ آره خب جمع بشیم ببینیم چیکار باید بکنیم. فردا که جمع شدیم، خب 15 نفر موندن که آقا بالاخره این عمار رو، موضوع عمار، این کسی، یعنی عمار چه کار میکرده؟ یک کسی هم الان باید باشن بردارم این علم رو از زمین و این حرکت های انجام بدن. خب حالا دیگران که بهشون برخورده بود دیگه، یعنی شما مثلا کی گفته اینا عمارن؟ خب یارو نشسته اون کنار تا ارزه نداره بیاد یه شبهه رو پاسخ بده. وقتی میره سراغش میبینه خودش مملو و از شبهه است. حالا با اون همه موتور پش میخواد بیاد کار عماری کنه که نمیتونستن. هنگامی که اون ماجرا به نهایت خودش رسید و جریان عمار شکل گرفت، قرارگاه عمار، 15 نفر موند و در اون حرکت عماری، خب یکی از دوستان که مداح بزرگی است، ایشون شد کسی که بخش مداح ها رو ساماندهی کنه در زمینه کار عمار. یکی از علمایی که در جمع بود قرار شد که حوزوی ها و بخش علما رو و فضلا رو تو زمین عمار ساماندهی کنه و بیاره پای کار. یکی از دوستان که کار رسانه‌ای می‌کرد، بخش رسانه‌ای رو قرار شد ساماندهی کنه و عمار در اون حوزه رو. خود آقای طالبزاده قرار شد که بخش هنری رو تو این زمینه بخش عمار ساماندهی کنه، که بخشایی از خروجی این کار بعدن شد یه چیزایی مثل جشنواره فیلم عمار و اون موارد دیگه. یه بخش دانشگاهی داشت که ساماندهی مسائل دانشگاه بود، یه بخش دیگه داشت، یعنی بخشای مختلفش که افراد گوناگون بودن. نادر در بخش هنری کار عمار رو دست گرفت، یه کار تشکیلاتی که یه صبح تا ظهر وقتی افراد جمع شدن دوره هم که حکومت میگه آقا من وسط خیابون تانک نمیارم، نیروی ضد شورش مسلح به تانک و اینا نمیارم، همینا که رفتن کف خیابون اینا هم باید برگردن، یه کسایی باید برن به مردم میگن اصلا ماجرا چی بوده. مردم ایران که دشمن که نیستن، مردم ایران اگه در جریان قرار بگیرن ماجرا چی بوده، قانع میشن، خودشون متوجه این ابهامات در انتخابات میشن. انتخابات 88 که فتنه رو دشمن پشتش رقم زد. طرح عمار، همون کاری که حضرت عمار میکرد، میرفت مردم رو قانع میکرد، توجیه میکرد، همین کار انجام بدید. خب 15 نفر جمع شدن، در 15 حیطه تخصصی ساماندهی کردن و نادر یکی از کسایی بود که جزو 15 نفری بود که در اون مقطع حساس و دوره حساس یک بخش کار رو از زمین برداشت. هنوزم جوانه های اون الان تبدیل شده به درخت تناور دیگه. بالاخره این سالی چند هزار کاری که در جشنواره فیلم عمار می آمد، فیلم های داستانی، انیمیشن، موسیقی ها، بخش های مستند، صدها فیلم مستند، این همه جوانایی که به عشق این که کارشون بره در عمار منتشر بشه می نشستن دوربین دست می گرفتن فیلم سازی می کردن در شهرستان ها، این اکران های عمومی مردمی عمار، اینا همه تدابیر دوستانی بود که تو اون کارگروه بودن دیگه و یکیشون هم خود آقای طالبزاده بود. ولی خیلی های دیگه پای نظام بودن که مثل طالبزاده شرایط زندگی تو غرب رو نداشتن، مثل طالبزاده منابع ارث و میراث پدری مادریشون رو حکومت جمهوری اسلامی مصادره نکرده بود، مثل طالبزاده خیلی شرایط دیگر رو نداشتن اما ادعاهای کلان آنچنانی داشتن. نادر روی همه اونا پا گذاشته بود برای اسلام و انقلاب، جوری خودش رو هزینه کرد و فدا کرد که خب شما در مراحل گوناگون تشییع پیکر ایشون و مواجهه‌ای که مردم و جریانات انقلابی، علما، بزرگان نظام همه نسبت به نادر داشتن، دیدید که چه تأییداتی، که قطعا تأییدات الهی ایشون خب خیلی بیشتر از این حرف هاست. لذا ما در روز چهارشنبه که امروز که پشت سر گذاشتیم، چهارشنبه رو 40 نادر رو گذروندیم، البته مراسم سر مزار ایشون فرداست، روز پنجشنبه فردا
عصر دوستان جمع میشن اونجا، مراسم چهلوم ایشون رو فردا برگزار میکنن خانواده و دوستان. حالا روز اصلی چون امروز بود دیگه، نظر دوستان دانشگاه رازی این بود که ما برنامه رو که نمیشد حضوری توی دانشگاه رازی، متاسفانه نشد که من حضوری اونجا خدمت دوستان باشم، حضوری برگزار بشه، امروز برگزار شده بود. ما شب این گرامی داشت رو و این چهلوم رو پاس بداریم و ببینیم که چهلومین روز رحلت نادر، حالا که دیگه اون احساس غم و اینا یه مقدار گذشته، بنشینیم ببینیم نادر چه وجهی از الگو برای جوانان تحول خواه داره. جوان تحول خواه در انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه در دانشگاه رازی وقتی میخواد تحول ایجاد کنه، اول باید از سر نفس خودش بگذره. اگه منابع زندگیشو مصادره کردن در حکومت اسلامی، اونو نذاره به حساب حکومت اسلامی، بگه این بخش نظام اشتباه کرده، من با همه نظام و همه اسلام دشمن نمیشم به خاطر اینکه به منافع من صدمه زدن، حتی اگه خودم و خانواده‌ام مجبور بشیم اسباب کشی کنیم. من فکر میکنم توی 7-8 سال اخیر نادر 4-5 بار خونه عوض کرد، مستأجر بود دیگه، 2 سال اینجا 2 سال اونجا، حالا با این وضع قلبش و با این وضع جسمش بنده خدا هی 2-3 سال یه بار اسباب کشی میکردن. این درس بزرگی است برای جوانی که میخواد تحول خواهی کنه. خدا امتحان میکنه ما رو، ببینه ما در کم و زیاد زندگی دنیوی کجا کارمون به جزع و فزع میکشه روبروی اسلام و نظام میایستیم. نادر هر چی تو نظام بهش فشار آوردن روبروی نظام نایستاد. نکته بعدی اینه که شخصیت ممتاز و یگانه نادر که بین رسانه، هنر و اندیشه جمع کرده بود و لذا میتونست، حالا یک کسی این ستا رو جمع میکنه در خودش، یعنی خودش آدم رسانیه، خودش آدم هنریه، خودش آدم اندیشه است، خودش یه نفری اینجوریه، اما نادر میتونست بین اندیشمندان، هنرمندان و رسانه‌ای ها جمع کنه، اینا رو یه پارچه کنه، ساماندهی کنه، شبکه سازی کنه. این درس دومه برای دوستان دانشجوی تحول خاکه مثل نادر، باید اولا خودش جامع الاطراف باشه، ثانیا عنصر پیوند دهنده تیف ها و گروه های گوناگون باشه. نکته دوم. نکته سوم این بود که آدم ها نباید ابتر باشن، بی دنباله باشن، باید شاگرد پروری کنن، نسل بعد رو بپرورونن. ببینید در دفاع مقدس، چون خب بچه ها زیاد شهید می شدن دیگه، نظامی حرفه‌ای که نبودن، نیروهای داوطلب مردمی که می اومدن می شدن فرمانده گروه، فرمانده دسته، فرمانده گورهان، چون تو دانشگاه نظامی درس نخونده بودن، جنگ رو تجربه یاد گرفته بودن، خب تو اینجور جنگ هم آدم ها زود شهید میشن. یک اصل عمده از ویژگی یک فرمانده خوب سطح دسته و گروه و گورهان، گورهان و گروه و دسته و گورهان این بود که وقتی شما فرمانده 10 نفرید، فرمانده 30 نفرید یا فرمانده 80 نفرید، شما بتونید مشخص کنید شما الان تیر خوردید افتادید، کی به جای شما میتونه این گروه رو جمع جور کنه. یعنی همیشه میگفتم باید جانشین پروری کنید، باید قشنگ بتونید یه نفر رو جای خودتون، دو نفر رو جای خودتون، سه نفر رو جای خودتون تربیت کرده باشید. نادر امروز از بین ما رفته، اما کسان زیادی رو تربیت کرد، نسلی از بچه های دیگه ترسی از رسانه ندارن، ترسی از هنر ندارن، نمیدونن این چه وادی عجوب و غریبیه، ترسشون ریخته، رفتن جلو، نادر بهشون کار یاد داد، درگیرشون کرد در کارهای سینمایی، در کارهای هنری، در کارهای رسانی، در کارهای فکری. این سومین ویژگیه. یعنی جوانان تحول خواه باید هر حرکتی رو شروع میکنن نسل بعد از خودشون رو تو اون کار تربیت کنن، چون همیشه ماها نیستیم، امروز هستیم فردا نیستیم، بعد از ما کار نباید صدمه بخوره، کسانی باید تربیت شده باشن. این سومین ویژگی بود. چهارمین ویژگی مراقبت از انحراف فکری بود. انحراف فکری این که انسان یه موقعی به یه جای برسه فکر کنه خیلی خبریه، فکر کنه خودش خیلیه دیگه، به عجب بکشه کارش، به غرور بکشه کارش، یک شرایط رو ایجاد کنه که متوجه نباشه که الان میخواد تحول ایجاد کنه یا الان به یه جایی رسیده، خودش هنوز نیاز به تزکیه و تقوا داره. اینه که بارها شنیدید یه کسی توی هواپیما از امام میپرسه که الان داریم وارد ایران میشیم، شما چه احساسی داری؟ انقلاب شده، مردم دارن پیروز میشن، شما چه احساسی داری؟ امام میگه هیچ، هر چی از کار خداست، ما که عامل نیستیم.
هنوزم ضد انقلاب گیج اینه که این آدم چرا بلند نمیشده مثلا تو سن 80 سالگی دو تا دستمال بگیره دستش وسط هواپیما برقصه بگه بعد پیروز شدیم خوشحال همه رو بگیره بغل کنه ببین پیروز شدیم، انگار یه سفره ای از دنیاست رفتن این طرفش بشینن حالا همه باید پشتک بارو بزنن. کسان دیگه در پاریس رو خاطراتشون رو میگن، میگن که اونجا به امام گفته شد نقش شما در انقلاب چیه؟ ایشون میگه هیچ. شما رهبر انقلابید، امام انقلابید؟ میگه نه، همش دست خداست. ما خیلی مردم رو دعوت کردیم، مردم به خاطر ما نیومدن. از موقعی که ما تبعید شدیم رفتیم در نجف، ما خیلی مردم رو دعوت کردیم، مردم به حرف ما نیومدن تو سن. اما وقتی دعوت از سوی خدا بود مردم اومدن. پس دعوت مال خداست، به ما ربطی نداره. تعجب میکنن هنوز هم بعد از 40 خورده سال با تعجب مینویسن که این پیرمرد چرا این احساس نداشت. ببینید سال 61 خرمشهر آزاد شد، رزمندگان ما وارد صحنه شدن، خرمشهر را دست نیروهای صدام در آوردن. پیام ظهر امام که از رادیو خونده شد تو جبهه ها تنین انداخت این بود که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. ظاهرش این بود که رزمندگان ما وارد خرمشهر شدن، اما امام میگفتش که این اراده خدا بود، خدا خرمشهر رو آزاد کرد. درس چهارم از نادر اینه که ما فکر نکنیم توی عرصه مقاومت، عرصه جهاد، عرصه انقلاب، عرصه تلاش برای زمین سازی ظهور، عرصه دعوت جامعه بشری به اسلام، عرصه تلاش برای انقلاب اسلامی، ما کسی هستیم. همچین حسی در ما به وجود نیاد. ما هیچی نیستیم. هرچی هست خداست. خرمشهر رو خدا آزاد کرد و مواردی از این دست. اونجایی که امثال نادر مهدوی یا امثال حسن ترانی مقدم رو ماژیکا با ماژیک می‌گرفتن دستشون روی بدنه موشکا می‌نوشتن و ما رمیت و رمیت ولکن الله رما، که خدا اونجا در قرآن می‌فرماد به پیامبر که تو نبودی تیر زدی، تیر رو خودم زدم به هدف و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. لذا امثال حسن ترانی مقدم میگفتن این موشک اینجا ما شلیک میکنیم خداست میبره میزنش به هدف، یا نادر مهدوی توی دریا میگفتش که این مینی کاتیوشایی که ما شلیک میکنیم خدا میزنه به شناور دشمن. فهمشون از قرآن اینقدر توحیدی بود، امام هم فهمش از اسلام اینقدر عمیق بود که معتقد بود ما در انقلاب هیچ کاری نکردیم، همش کار خدا بود. نادر هیچ وقت فکر نمیکرد که در انقلاب کسیه. دلیل محبوبیتش این بود. چون فکر نمی کرد که در انقلاب کسی جایگاهی داره، انتظاری هم نداشت. هنگامی که انتظاری نداشت جایی رو برای کسی تنگ نمی کرد، نمی رفت بشه وزیر و وکیل بگن ای وای این چنگ زده به قدرت، میخواسته بیاد بشه وزیر و رئیس جمهور و وکیل، نمیدونم اون دیگری رو خراب کرده خودش بیاد بالا. لذا چهارمین ویژگی که درس اساسی از نادر یاد میگیره اینه که هر چی هست مال خداست. هر چی هم این سالهای آخر جلوتر می اومد این حس بیشتر درش بود که خدا به ما منت گذاشته، توفیق داده آمدیم تو این مسیر. ما هیچ طلبی نداریم، ما بدهکار خداییم، نه اینکه طلبکار باشیم. منت گذاشته، توفیق داده ما آمدیم تو این مسیر. میتونست این توفیق از ما بگیره، ما نبودیم تو این مسیر آمدیم، او به ما لیاقت داد ما رو آورد. لذا هیچ وقت خودش رو کسی نمیدونست توی جبهه انقلاب و این عامل بردنش بود، عامل پیروزیش بود. این چهار تا درسی که از نادر به شما عرض کردم به اضافه اون نکته از ویژگی شخصیتیش که به نوافل توجه داشت، نمازهای مستحبی رو کنار نمازهای واجبش با جدیت بهشون میپرداخت و روحیه خانواده دوستیش زبان زد بود، اینها درس برای شما جوانای عزیز ما که در تحول خواهی میخواید حرکت کنید. دوستانی که قبل از شما بودن اینجوری الگو شدن و رفتند، زندگی های خوب قطعا در آخرت موقعیت های ممتاز و بالایی داشتند. هیچ وقت خودشون رو در اسلام جایگاه بالایی برای خودشون قائل نبودن، هیچ وقت خودشون رو چیزی نمیدونستن، حساب نمیکردن و همیشه تصور میکردن باید نگاه کنن ببینن ولی چی میگه، نگاه کنن ببینن خطی که ولی داره تو جامعه نشون میده اون رو باید پیگیری کنن در حد وسعشون محقق کنن. نتیجهش این شد که موفق شدن و بردن. ما که در 40 روز رحلت حاج نادر همچنان سوگوار این انسان بزرگ هستیم و میدونیم که فقط از یه جهت خوشحالیم که جایگاش در عالم برزخ و انشالله در قیامت خوبه. خوب زندگی کرد. ما غیر از خوبی و انسان دوستی و خداگرایی و
دلسوزی برای انسان‌های مظلوم در سراسر کره زمین، لبنانی، یمنی، افغانی، کشمیری، پاکستانی، عراقی، سوری و جاهای مختلف، هیچ غیر از این ندیدیم. نادر دلش برای همه می‌سوخت و تلاش داشت که برای همه یک کاری کنه. این بود که ما از این غیر از خوبی هیچی ندیدیم و می‌دونیم لذا عاقبتش الحمدلله خوبه. اما خب بالاخره ما یه انسان بزرگی رو از دست دادیم. این بود که در چهلم ایشون برگردیم پشت سرمون ببینیم این انسان ممتاز چه ویژگی هایی داشت و چگونه بستر تحول درش ایجاد شد و خدا متحولش کرد و دیگرگونش کرد و بهش لیاقت داد که بیاد همراه انقلاب و اسلام بشه. اینا رو وقتی دیدیم ما هم تثبیت فؤاد درمون صورت بگیره، فؤادمون تثبیت بشه، قلبمون آرام بشه که ما هم میتونیم کمی از این قابلیت ها رو بهره‌دار بشیم و از خدا بخوام که در مورد ما هم اینجوری عمل کنه. نزا شما جوانان عزیز که مشق عشق میکنید در محیط دانشگاه و تمرین میکنید برای اینکه جامعه خودتون رو چندی بعد بیاید دست بگیرید، بسازید، زیر بار مشکلات برید، مدیر و مسئول بشید، استاد دانشگاه و متخصص بشید، کار جلو ببرید، کشور خودتون رو به اون جایگاه واقعی خودش برسونید، شما از این بی‌نیاز نیستید که ببینید نسل قبلی چه الگوهایی داشتن و چه الگوهایی رو به شما دادن. و این میشه درسی برای رویه تحول گرایانه شما عزیزان. من یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم 40مین روز رحلت حاج نادر عزیز رو و یک بار دیگه ایجاد تشکل دانشجویی دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه رو به این دوستان تبریک میگم و برای شما دعا میکنم انشالله در همیشه زندگیتون موفق باشید، به خصوص در این علمی که بلند کردید و نقشی که میخواد انشالله در تحول خواهی جامعه داشته باشید. به همه دانشجویان عزیز دانشگاه رازی که همیشه وقتی اون جلسات پرشور رو در جمعشون هستیم با اون روحیه های ماشالله شادشون همیشه به ما انرژی مضاعف میدادن، به همه اون دوستان هم سلام عرض میکنم از راه دور و مردم شریف کرمانشاه رو همینطور و به همه عزیزانی که در سراسر کشور و بیرون کشور این برنامه رو دیدن و شنیدن، صدای ما رو شنیدن، تصویر ما رو دیدن و در مراسم 40مین روز رحلت نادر همسوگ ما بودن، به همه اون دوستان هم سلام ویژه عرض میکنم و در این انتهای بست امیدوارم خدا به همه ما توفیق بده که جوری در دنیا زندگی کنیم که سرانجام کارمون مورد رضایت خود حضرت الله باشه. ان شاء الله و السلام.